تمرابی دسته مدیقی بی توجکستان پتر شگرت دربوزی دویون با خریجستانیست همون حیات رو وار که دربوزی با دسته اوگاندا با مجدون اومده بودن در این بخوری هم کامبودی های زیاده دربوزی بچه های ما بقید گرفته شد قسمی اول با پوراگی بنافی فوتبال بازی دسته خریجستان بود اونها پیوسته در خط هجوم بودند و چندی مرتبه میتوانستند که حساب رو باز کنند ولی رستم یتیموف خیلی خوب کار کرد و توانیست دروازه ما رو از گل امین نگاه دارد. حالا ببینید این هجوم های پای در پای رو و خط محافظت ما نمیتوانست که برابر با حملگران دسته منتخب خریجستان بازی کند. آنها بسیار حالت های فوق العاده رو هم با وجود آوردند. حالا تنها مرزایف میتوانست که در این وخوری دو مرتبه گل زند. علی قلوف حالا ببینید و یک هجوم دیگر علی مردانوف و علی قلوف یک ضربه نهایت سخت زد که آرو رستم یتیموف توانست این حالت را برطرف کند. در قسمت اول ما یک هجوم داشتیم، هجوم خوب بود ولی در حالت غیر بازی بود. منوچهر سفاروف مثل بازیهایی که پیش میکرد آن طرف بازی نمیکند. حالا مرزایف را ببینید خرید باز یک بار دیگر توانست که رستم یتیموف را فریب دهد، اما این کار را کرده نتوانست. بسیار زیبا بازی میکردند فوتبال بازان دسته منتخب قرقیزستان، اما طوری گفتم در اینجا کارنامه دروازه‌بان خیلی عالی بود. ببینید آیا همین گونه حملگر رو تنها گذاشتن ممکن است؟ البته نه. بسیار هم خطا کرد. اگر نه این توپ حتما وارد توی دروازه میگردید. و این نگاه نکرده در این وخوری دیگر حالت ها هم بودند. حالا ببینید اینجا یک هجوم دیگری ما و عدد هنانوف به خط پیش می اومد و دروازه‌بان دسته منتخب خریجستان رو در تشویش میگذاشت. حالا ببینید باز یک بار دیگر جلالبک اولو رو ببینید چگونه قریب توپ رو وارد توی دروازه کرد. اینجا مخلصان دسته منتخب تاجیکستان رو میبینید که از تاجیکستان برای مخلصی به نمنگان آمده بودند و یک چیز دیگری که در اینجا به خط گرفته شد این یک نوع ناجوری انتظام در بازی بود که یک بار هم منوچهر سفاروف و همچنین گلجیگیر علی قلوف از جانب داور از میدان رانده شدند. البته این کارت سرخ اول و دوم نبود. در این بخوری اونیلجان عبدالرحمنوف از دسته خریجستان باز یک کارت سرخ گرفت. اینچنین وحدت هنانوف هم در آخر قسم دوم با کارت سرخ از میدان رانده شد که این در یک بازی خیلی زیاد بود. چون حالا ببینید آوازهای صداهای رستم رو این با همون دروازه‌بان ما تعلق داشت که در حقیقت کارنامه‌اش نسبت به دیگران خوبتر بود. در یک مورد فوتبال‌بازان دسته منتخب قرقیزستان در میدان نزد دروازه‌شان علیشر جلیلی رو زده از پای افزاییدند و داور ضربه پنالتی تعیین کرد و پرویز عمربایف با این گلی زده‌اش خاطر مخلصان را شاد گردانید. ببینید این مخلصان ما هستند که باز برای شادی این گل چگونه خود را نشان می‌دهند. در قسم دوم به میدان آمدن مبادشایف و چند بازیگر دیگر طرح بازی رو کمی هم باشد بهتر نمود. خط محافظه دسته منتخب تاجیکستان تماما فلج است. اگر به همین بازی اش رو نظر کنیم این بازی نهایت ضعیف در خط محافظت است و ما در بازی با دسته اوگاندا هم این حالت رو دیده بودیم. چون تاجیکستان با دسته منتخب قرقیزستان در یک گروه در بازی های انتخابی جام آسیا 2023 بازی میکند، باید این دسته رو خوب آموزد و بازیگران نو رو هم با دسته آورد. حالا ببینید باز مرزایف بود، باز یک حالت نوکلای است اما حالت آفساید بود. به هر نو این حالت ها رو با وجود آوردنش ممکن است و بار دیگر یک با یک نورلان مرزایف برآمد، ولی رستم اینجا خیلی یتیم خوب کار کرد و پیش روی این رو گرفت و بعدا هنانوف هم اینجا صد گذاشت. یعنی ببینید که دسته منتخب قرقیزستان نسبت به دسته ما چگونه زیبا و همچنین با یک طرح زیبا بازی میکند و این از آن شهادت میدهد که در بازی های انتخابی جام آسیا برای ما دشوار خواهد بود. حالا اینجا فوتبال بازان ما با هجوم میگذارند ولی نه اونقدر خوب، اما هجوم های فوتبال بازان دسته قرقیزستان خفنوکتر در این وخوری بود. از این رو ما رو ضرور میبرد که بازیگران نو رو جستجو کنیم که هم از کنار راست و هم از کنار چپ خط محافظت رو پرقوت نماییم. باید بازیگران پیدا کنیم که آنها منفعتشون به دسته بیشتر رسد. خوب آوردن بازیگران جوان این
بویسی دستگیری است ولی چون در بوزی های انتخابی جامعی اوسیو می رویم اونجا ما باید حتما به پیروزی نوید شویم و این واخری با غلبه دسته منتخب تاجیکستان و پایان رسید و مربیان در آخری بوزی چی گفتند؟ First of all, I want to congratulate our Tajikistan people. This win was a win for them. First of all, I want to congratulate all the fans of Tajikistan, But I must also say, Kyrgyzstan was a very good opportunity. Но я также должен подчеркнуть, что Кыргызстан тоже был сегодня хорошим. Both teams had their chances. У обеих команд были шансы. We must say that we was a little more clever in some situation. That is the reason why we scored. Хочется сказать, что в некоторых ситуациях мы играли чуточку умнее, поэтому по этой причине нам удалось забить. I think because today not like a football game against Uganda, who both teams played today was really fighting game. Сегодняшняя игра от игры с Угандой несколько отличалась, потому что сегодня было очень много борьбы. But when you want to win, you must both know fighting and playing football. Но когда ты хочешь выиграть, ты должен оба этих фактора применять и бороться, и играть в футбол. For our young team and after this situation, I'm very satisfied with all players. All this preparation was very good. Для нашей молодой команды я удовлетворен всей этой ситуацией и их самоотдачей игрой. I think it was a little too much red cards on both sides. Я думаю, что немножечко, к сожалению, было много красных карточек с обеих сторон. In my opinion, was not so hard as everybody said before. Red card is a lot. Я думаю, что four red cards is a lot. My opinion was different. По моему мнению, слишком много было красных, потому что 4 красные должны быть. Но в то же время я хочу сказать, что каждая красная была показана по делу, поэтому нет. И снова сегодня судья отсудил очень хорошо. The atmosphere for our supporters was fantastic from Tajikistan. Атмосферу, которую также создавали наши болельщики, приехавшие из Таджикистана, тоже была фантастичной. And we make a player like Mukha, the first time that he plays for national team, this is something special. Игроки такие как Мухлидин, он впервые сегодня, например, дебютировал за сборную. This is the point why we must say that very important. We must also develop young players. Это очень важно, чтобы мы развивали также молодых игроков. And for the future, I hope that we can win in this qualification first or second place in Kyrgyzstan. That we all go to the Asia Cup together, and then we can build a new future for Tajikistan football. Надеюсь, что для вот этого молодого поколения футболистов мы сможем выиграть квалификацию и поехать на чемпионат Азии для дальнейшего их развития. Again, compliment also to Kyrgyzstan. They play with 9 men also still continue to play football like us. Еще раз хотелось бы выразить свои комплименты сборной Кыргызстана, который даже оставшись без игроков, продолжал так же, как и мы, играть в футбол. I know we will see us in June again in Kyrgyzstan. Я знаю, что мы встретимся в июне снова в Кыргызстане. But for us was today this win very important. Но для нас сегодняшняя победа была очень важна. Because don't forget, we lost in Kyrgyzstan the World Cup qualification when we played 1-1. Потому что, прошу не забывать, что мы проиграли квалификацию в чемпионате мира, когда сыграли ничью 1-1 в Кыргызстане. And today was for me for my first present to Tajikistan, my first win. И сегодня это был мой первый подарок Таджикистану в качестве первой победы.